یوتیوب یه مشکل بزرگ داره و من ازش لذت میبرم. لذتی که وقتی شیر هموم رو باز میکنی و اون درجه آبی که دوست داری رو بهت میده. لذتی که باز کردن کمربندت بعد از خوردن دو دیس برنج با مرغ توی مهمونی بهت میده. از چشم هیچ موجودی تو این دنیا پنهون نیست که من رضا آینه بهترین یوتیوبر دنیام. بهتر از میا، بهتر از کوروش، بهتر از آریا و غیره. و این دقیقاً چیزیه که من ازش لذت میبرم. چون یه سری هستن که واقعاً باورشون میشه که من این حرف رو کاملاً جدی زدم. یا مثال واقعی ترش اینه که وقتی من توی ویدیو پیش گفتم که من از خیلی از این آدمایی که توی رپن بیشتر میفهمم و تجربه هم بیشتره، یه سری ها واقعاً فشار خوردن و باورشون شده. فشار خوردن این آدم ها سر حرفی که من کاملاً شوخی زدم مثل اینه که زغال سنگ بریزی توی لوکوموتیو ذهن من. مشکلی که میخواییم راجبش حرف بزنیم اینه که 99.9% افرادی که 4 تا ویدیو از من ببینن میفهمن که من وقتی میگم صدای پام تو آهنگ بهرام بوده دارم شوخی میکنم و همچه چیزی منطقی نیست. من با بهرام توی آلبوم اشتباه خوب همکاری داشتم، حضور داشتم تو چند تا از آهنگاش. این صدای راه رفتن من بود در این آهنگ. چون اونقدر مسخره است که یکی واقعا باید چیز باشه که باورش کنه که صدای پای من توی آهنگ بوده و اون منم و به این دلیل من از خیلیا بهترم. داداش خیلی دوستت دارم، ولی این که میگی از رپرهای جدید با تجربه ترم، خودت صدای پات فقط توی موزیک بهرامه. لذتی که من از اینکه یک عبارت اشتباه رو با جدیت تمام به بقیه بگم به من میده واقعا غیر قابل مقایسه است با هر چیزی. حتی من جلوی دوستام هم همچین کار میکنم و بعضیش اینجوری هن که رضا حالت خوبه پسر؟ واقعا داری جدی میگی که میخوای بری مشت بزنی تو اون شیشه اونجا؟ من هیچ وقت دوست نداشتم و دوست هم نخواهم داشت و همچین کاری نمی کنم که بیام جوکی که قبلا گفتم و اکسپلین کنم یا توضیح بدم، چون همه چیز رو خراب میکنه. اما برای این آدم باید من 5 واحد علوم اجتماعی درس بدم. داداش دریل برای سوراخ کردن دیواره، اون سبک دریله. اگه نمیدونی داستان چیه، اینه که من توی ویدیوی قبلیم که راجع به هیپاپولوژیست و گادپوری بود و سبک اونا دریله، من خیلی واضح اومدم دریل رو میگفتم دریل، چون هیچ دلیل خاصی نداشته دلم خواسته بگم. ببین من تک تک آدمایی که منو میبینن برام کامنت میذارن و دوست دارم، حتی کسی که صبح تا شب داره دعا میکنه که من بمیرم. داداش باید وی نیتت خلوص نداره، یعنی تا الان مرده بودم. مخاطبا چند دستن؟ دسته ای که میخواییم راجبشون صحبت کنیم دسته اکچولی ها هستن، کسایی که حاضرن برای که اثبات کنن یک نفر داره یه چیزو اشتباه میگه 1000 تا کامنت بذارن، 1000 تا اکانت بسازن و بیان بگن داداش حرفی که داری میزنی یه نقطش یمه. اگه برید باشگاه قطعا یکی میاد، یه آدم هیکلی، داداش ساق اسمی تو داری اشتباه میزنی. اشتباه نکنید، این آدم اون آدم نیست. اون آدمی که ما راجبش حرف میزنیم جلو نمیاد، یه گوشه باشگاه نشسته در حالی که داره با نفرت نگات میکنه. من باید برم بهش بگم که داره اشتباه میزنه ولی جرأتشو ندارم، نمیتونم. پس گوشیشو باز میکنه و زیر اولین ویدیوی اینستایی که ببینه کامنت میذاره Actually اینستاگرام درسته نه اینستا. این آدم ها اول صبح که بیدار میشن، قبل از اینکه گوشیش رو باز کنه و هیچ نوتیفیکیشنی از هیچ کدوم از دوستایی که ندارن بگیرن، این عهدو با خودشون میبندن که تا میتونن روز بقیه رو خراب کنن. اگه تعداد کامنت هایی که زیر پست های بقیه گذاشتن و اشتباهاتشون رو درست کردن رو جمع کنی، نظامی گنجوی باید بیاد کتاب چشمهایش رو جلوشون پاره کنه. Actually چشمهایش برای بزرگ علوی بود نه نظامی گنجوی. مثالی که زدی که تو آهنگ بهرام راه رفتی و به همین دلیل ید طولانی داری، مثل اینه که یه نفر سیاه لشکر توی سینما
یه بار از خیابون گرفتنش، گفتن یه ثانیه تو جمعیت وایس تا شلوغ بشه، بعد اون بیاد بگه من تو سینما کار کشتم، خودتو مسخره نکن، یکم فکر کن. بچه مثل اینکه راه رفتن من تو آهنگ بهرام خیلی مسئله مهمی بوده برای بعضیا. باید اینو بهتون بگم، من سر این نمیگم که صدای پام توی آهنگ بهرام پس من بهترینم. در واقع علاوه بر اون که صدای پام تو آهنگ بهرام بوده، توی آهنگ امینم هم من یک سرفه میکنم دیگه، از مارشال مترز که بالاتر نیست. کامنت هایی که من پیم میکنم زیر ویدیوها نمونه ای از دلیلی که بشریت به روبه جلو رشد نمی کنه. و شما میتونید تو بعضی از ویدیوهای من ببینید که کامنت اول معمولا یه کامنتیه که چرت و پرته، کامنتی که پین شده در واقع. یارو رفته فقط تو آهنگ بهرام راه رفته، بعد میگی لقبی که من تو این همه مدت فعالیت به خودم نمیدم. آخه ویو طرفدارا و پلی اینا 100 برابر امثال تو. الانم بهت قول میدم وقتی خودتو تو هر کاری دخیل میدونی چقدر ساب از دست بدی. خوشحالم، خوشحال ترینم از اینکه یک سری باورشون شده من تو آهنگ بهرام راه رفتم. خب اگه اینجوریه من بیام فردا مثلا ویدیو بذارم که بچه ها پیامبر جدید اومده توی بازار، حتما فالو کنی. مطمئنم بعد از این کامنت گوشی خاموش کرده گذاشته ریدم به هیکل این رضا آینه ای که میگه زیادی دیگه جرئت نمیکنه ویدیو بذاره. اما دوستان، جایزه اکچول برتر، جایزه ایموجی ترین آدم دنیا قرار نیست به این آدمایی که تا الان دیدیم برسه، بلکه به نفر بعدی، کسی که مطمئنم اگه این کامنتش رو همین الان ایمیل کنه برای دانشگاه‌های خارج درجا بهش پوزیشن فول فاند میدن. مقدار زحمتی که سر نوشتن این کامنت گذاشته، یه دانشمند بعد از 200 ساعت کار روی یه نوباکتری نمی نویسه. اونقدر زیاد بود کلماتش که مجبور شدم دو تا اسکرین شات بگیرم چون توی اسکرین شات جا نمی شد. اونقدرم زیاد بود که من واقعا خوابم گرفت وسطش، یه کاغذ گرفتم گذاشتم لای صفحاتش که فردا میام صفحش گم نشه. یه مدتی توی سایتی مقاله راجع به سینما اینا می نوشتم، بعد به تعداد هر کلمه ای که شما می نوشتیم مثلا 10 تا تک تومن به پول می دادن. اگه این رو من بفرستم انشالله تا آخرین ماه یه ساید بای ساید و مطمئنم که می گیرم. خلاصه این که دوستان، اینقدر اشتباهات دیگران رو اصلاح نکنید، یا اصلاح بکنید، Who knows. همین الان هر کس توی کامنت ها اشتباه ترین جمله دنیا رو بنویسه جایزه بهش میدم. نمیدونم، شاید یه ویدیو راجبش ساختیم و به ترین کامنت یه دونه جایزه دادیم. خلاصه این که دوستان رضا رو ساب کنید چون میخواییم از همه بزنیم جلو، مخصوصا محمد سکشاد که فقط 2K ساب جلوتر از ماست و ما میخواییم بگیریمش، باید ازش بزنیم جلو. پس همین الان ساب کنید، بفرست برای دوستت، بگو ساب کن رضا رو. و اگه دوست داشتید ویدیوی قبلی رو ببینید، برید ببینید که اینا رو همه رو بفهمید.